خوبی دارم بیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته دلم دست به دعاته چشم همش براته خدا به هم درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان همون گونه که قول دادیم وعده دادیم از سه شنبه تا جمعه در خدمتتون هستیم البته این جمعه قرار بود ما در شبکه محبت باشیم اما به دلایلی فعلا دو هفته هستش که نتونستیم اونجا بریم خب یه مسافتی دو ساعت دو ساعت و نیم هست تو راه باید بریم و یه مقداری سخت هست برای ما گفتیم امروز اینجا باشیم با بهروز عزیزم که خوش میگم خدمتشون به امید خدا اگر بتونیم بعد عیرزای عزیزمون که از اوکران تشریف آوردن خادم خوب خداوند ایشون رو نیز داشته باشیم بعد چند دقیقه دیگه ای که بتونیم از ایشون هم بشنویم پس شما عزیزان رو تشویق میکنم به طور خاص عزیزانی که روی فیسبوک هستید لطف کنید برنامه ما رو الان شیر کنید با دوستان خودتون و همچنین به پند و نصیحت الان اتاق فرمان به ما گفتن که یوتیوب رو سابسکرایب کنید فراموش نکنید آره لطفا یوتیوب رو سابسکرایب کنید عزیزان از هر کجا که این برنامه رو میبینید اینم نوعی خدمتی هستش که خداوند به ما داده که بتونیم در کنار همدیگه باشیم حمایت کنیم همدیگر رو و ببینیم که جمعی هستیم که در این مسیر برای افکار و دل و احساسات خوب عمل میکنیم برای آزادی ایران برای نجات ایرانی ها برای رستگار شدن نیز عمل میکنیم شبکه محبت شبکه امید جاودان نموز باید در شبکه محبت باید. شبکه امید جاودان شبکه ای هستش که حقیقتا در صدد این هست با برنامه های متنوع بتونه طوری دو یک خونه خانواده قرار بگیره که تمام موقعیت های رو داشته باشه برای هر سنی از این رو هستش که تولیدات ما با این امکانات کمی که داریم برای کودکان هستش سعی کردیم از موزیک هایی که تعریف و معنای درستی داره در بین جوانان بین افرادی که مسنتر هستن اونها رو نیز استفاده کنیم از اندیشه های متفاوت استفاده کردیم در اتو مسائل روانشناسی مسائل سیاسی صحبت می کنیم کلام خداوند رو از باعزین می فیلم های بسیار خوبی رو ما داریم به سریقه البته آی یاسر عزیزم که در اتاق فرمان هستن میتونیم داشته باشیم در طول روز فکر میکنم سه یا چهار تا فیلم سینمایی هستش به طور خاص نه شب هر شب ساعت 9 شب ما یه فیلم سینمایی داریم عزیزان و این مسیر رو داریم ادامه میدیم به خاطر این که مطمئن هستیم عزیزان که هدفی که داریم بهش خواهیم رسید پس یک قطبی نگاه نمی کنیم از یک پنجره دنیا رو نگاه نکردیم پنجره های دیگر هم نگاه می کنیم همون گونه که مسیح به ما این آزادی رو داده رأی انتخاب داشته باشیم ما نیز این آزادی رو میخوایم به بینندگان اون بدیم رأی انتخاب برای برنامه هاشون داشته باشن و خوشحال میشیم که اگر انتقادی هست بشنویم اگر پیشنهادی هستش بتونید با ما در میون بذارید برای اینکه این کار رو بهبود بسازیم بهتر بتونیم در این مسیر قدم برداریم و خواهش میکنم از شما هموطنان عزیز به طور خاص هموطنانی که مسی ایمان دارید و خدمت ما رو دارید میبینید به طور خاص هموطنانی که برای آزادی ایران دل شما میتپه عزیزان دست یاری بدید در نظر مالی تا ما رو تامین کنید که بتونیم برقرار باشیم و با فیض خدا سرنگونی ایران و آبادی ایران رو داشته باشیم خوشحال میشیم از شما به جا. هم بشنویم بهروز منم درود میگم به همه عزیزان از هر جایی که ما رو تماشا میکنن چه از طریق تلویزیون فیسبوک و اینستاگرام اینجا در لس آنجلس و در کالیفرنیا هفته یه سختی رو همشریای ما داشتن به خاطر آتش هایی که از جمعه هفته پیش شروع شد در واقع جمعه هفته پیش در همچین موقع هیچ خبری نبود ولی از ساعت دو نیم مخصوصا در منطقه‌ای که من کار میکنم اونجا یه دفعه توسط یکی از کارمندا ما متوجه شدیم که فاصله هفش متری پشت ساختمونی که من محل کارم هست اونجا آتیش شروع شده بود و بادم که سرعتش خیلی زیاد خیلی سریع جای بسیاری را آتیش گرفت اینجا شاید دوستان ندونن کش رسول در فصل بارندگی گیاهان خیلی ضعیفی اینجا رشد میکنن و همین که بارندگی ها تموم شد و هوا یه مقداری گرم شد اینا خوش میشند و همونجا میمونند و توی این فصل که این بادای سنت آنا شروع میشه این باد باعث میشه که این گیاهان به هم حالت سایدگی پیدا بکنن و خود به خود آتیش میگیرن و این آتیش مشخص نیست در کدوم نقطه است و حقیقتا نیروهایی که این مدت کار میکردن نیروهای آتشنشان و همچنین نیروهای پلیس افرادی که داوطلب بودن برای کمک به اینها حقیقتا از جون مایه گذاشتن بله. حتی در همون روز اول معاون شریف معاون پلیس در واقع ونترا ایشون فوت کردن که دیروز هم روز خاک سپاری ایشون بود بله. و دوران سختی بود ولی خدا رو شکر که ما در سرزمین دعا زندگی میکنیم راب و دعا شد خدا را شکر الان همه چیز تحت کنترل آسیب زیاد بوده تا اکنون حدود 63 نفر بله. در واقع کاملا مشخص شده که فوت کردند. طبق آمار 600 نفر مفقود شدن و حدود 500 خونه به طور کامل سوخته بله از ریشه سوخته بله. و در جریان آتش سوزی نزدیک به 250 هزار نفر اینا مجبور شدن که خونهای خودشون رو ترک بکنن و البته اینها را در هتل ها در دبیرستان ها در دانشگاه در های اسکول جای مختلف اینا رو اسکان دادن به اینا کاملا رسیدگی شده و بیمه هست تمام این منازل در واقع یه مقدار زحمت بوده ولی نگرانی آنچنانی نیست بعد مدتی همگی میتونن مجددا دوباره خونه هاشون رو داشته باشن خونه هاشون رو بسازن و خود. چیزی که اینجا تو این چند روزه من متوجه شدم مخصوصا چون این سوزی نزدیک اون کمپانی که من کار میکردم شروع شد و صاحب اون کمپانی هم مرد بسیار دلسو سروتمندی هستش یه برنامه ایشون گذاشت و توی چند روز گذشته ما در یک منطقه که در واقع کمپی هستش برای آتش نشانا و پلیس ها که اونجا مستقر هستن و از اونجا در واقع اطلاعات میگیرن هلیکوپترها میان در اون منطقه تانکرای آب و پر میکنن بله این تصاویر مربوط به همون نقطه است بله. و این رئیس ما خدا برکتش بده حقیقتا <تصفح> توی این چند روزه برنامه داشتیم اونجا و صبح زور و شب به اینا قضا میدادیم سرویس بهشون میدادیم چیزی که خیلی منو خوشحال کرد اینه که داریم توی سرزمینی زندگی میکنیم که مردم نسبت به هم دیگه اهمیت میدن به اینا نسبت به هم کر میکنن من با تجربه این که هشت سالم در اروپا زندگی کردم حقیقتا این دلسوزی و این همبستگی که اینجا بین مردم هست اونم مردمی که از ملیت های مختلف اینجا جمع شدن و این سرزمین رو به عنوان یک کشور آزاد ده. به وجود آوردن نسبت به همه چیز اینا نسبت به اون بی تفاوت نیستن براشون مهمه که الان این شخص که خونش آتیش گرفته تو چه وضعیتیه یا این کسی که الان خیلی از این آتش نشانه از سندیاگو اومده بودن ده. خب بایستی به اینا سرویس و خدا رو شکر خدا شکر که قلبای مهربون هست و این رسیدگی ها رو میکنن من حقیقتا آمین. خیلی خوشحالم از این مردم که باشون اینجا همشهری هستن هللویا خدا رو شکر میدونیم که واقعا این چشمه از محبتی است که از انجیل مسیح در این سرزمین آمین. جاری شده و حتی اونایی هم که باور ندارن به کتاب مقدس یه باوری دارن به نام انسانیت و در اون مسیر قدم برمیدارن ولی خب خدا رو شکر می کنیم که حقیقتا افرادی هستن هرچند دولت دولت مسیحی خوش اعلام نمیکنه و میل به این نداره که بخواد به عنوان مسیحیت رو به عنوان حاکم بر این سرزمین مقیر کرده حتی خیلی اتفاقا متاسفانه در این سرزمین گاهی تصفیب می میشه که مخالف کلام خدا هستش و ما تایید نمی کنیم کلیسای زنده مسیح هرگز اونا رو تایید نمی کنیم. ولی امروز ما میبینیم شاهد بر این هستیم شخصی به نام ترام که پریزیدنت این کشور هست چه کشیش هایی هستن برای او دعا میکنن که اگر بتونیم امروز بردرمون عیرزای عزیزمون رو داشته باشیم خوشحال میشم در این قسمت بعد عیرزا صحبت کنم چرا که هم شناختی دارن نسبت به شخصیت خود ترام و هم شناختی دارن به افرادی که اطراف ایشون هستن تا بتونیم بدونیم واقعا موضوع دعا چقدر میتونه کمک بکنه به یه سرزمین برخلاف اونی که میتواند یک باور دروغین آسیب بزنه توی مذهب مثل جمهوری اسلامی که به نام خدا به نام کلام خدا به نام دعا مردم رو استعمار میکنن فریب میدن آسیب میرسونن شکنجه میدن دزدی میکنن ولی کشوری هم اینجا هست که شما اگر خیلی ساده است اگر یک جا به شما ظلمی بشه شما میتونید برید سو کنید و شکایت کنید این اینجا سرزمین دعاست و اینجا آمین. دعا که میکنن در نام یهو خدای خالق دعا میکنن در نام ایسای مسیح دعا میکنن دعا در نام امام و امامزاده و قبرسون نیست برد. توجه میکنین در نام ایسای مسیح قدرتی هست که من و شما تجربه کردیم من حقیقتا برای شما قبل از اینکه بیایم بشینیم جلوی دوربین من برای شما تعریف برده. کردم داره. همین دیشب چهار صبح خداوند در زندگی من معجزه کرد حابده. ما اینا رو داریم میبینیم برای حابده. ما خیلی روشنه و اینجا دعا میشه و دعا جوابش داده میشه برای اینکه پرزیدنت ترامپ انتخاب بشه در زمان رای هیچ کس باور نمیشد که ایشون انتخاب بشه انتخابش. حتی اقبام من از سویت به من تماس گرفتن گفتن کی رئیس جمهور میشه کی انتخاب میشه گفتم ترامپ گفتن امکان نداره و به من خندیدن بعد گفتم ولی من مطمئنم چجوری مطمئنی گفتم برای اینکه ما دعا کردیم ما دعا میکنیم ما دعا کردیم ما ایمان داری و شد آمین, و نتیجه هم داریم میبینیم قطعا این دعاها برای ایران و دعا برای سرنگونی ایران هم که مدت هاست ما داریم این دعا رو میکنیم قطعا این هم به زودی خواهیم دید و این دولت ستمکار جمهوری اسلامی سرنگون میشه چرا؟ چون دست نشانده شیطان شیطانه آمین. و شیطان باید بیفته عوامل شیطان هم باید بیفته آمین آمین پس بیاییم با همدیگه دعا کنیم همین الان حقیقتا از خداوند بخوایم که این خداوند باشه مطابق فیضش تو هموطنه عزیزم که امروز ضعفی رو در زندگیت میبینی احساس میکنی که نیازی داری و تمام درا رو بسته میبینی اینا بدون که خداوند عیسی مسیح میخواد تو رو برکت بده برکت سلامتی امید آرامش سلامتی موقعیت مالی تو خوب کنه اما این رو بدونیم عیسی مسیح برای نجات بشریت روی صلیب رفتش اگر امروز توی دنیا مسیحی هایی هم هستن تحت جفا مریض هستن تو مشکلات هستن عزیزان این به خاطر این نیستش که ما بگیم ایسای مسیح روی سری و چرا نه تو فقر و مشکلات هستن خیر جنگ روحانی با ایمانداران میاد کسی که مسیح ایمان میاره مطمئنا خودش باید آماده کنه برای جنگ روحانی که بازم در وقت بشه در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کردش بس ما دعا میکنیم که خداوند همونطوری که برای ترامپ دعا کردن حقیقتا و هیچ عاقلانه و منطقی نبود از نظر ذهنیت مخالفینش اما دعا کردیم و اکثر ایمانداران اکثر ایمانداران اعلام کردند که شخصی به نام ترام رئیس جمهور میشه و الان هم شما دارید میبینید مدام برای این شخص کلیسا ها دارن دعا میکنن و خدا شکر اگر یک روزی ما شاهد بر این بودیم که کورش از طرف خداوند برای اسرائیلی ها نیز دستی شد تا قوم اسرائیل رو دست رو کنه امروز نیز هم برای اسرائیل هم برای ایران ترامپ واقعا دستی است عزیزان که نباید کوتاهی کنیم به طور خاص اپوزیسیون به طور خاص مردم ما تو ایران ساکت نباید بشین بهترین شرایط ایجاد شده تا کشور عزیزمون رو ما پس بگیریم از نظام ستمگر اسلامی لطف میکنید شما دعا کنید بعد بفهم خواهش کنید لطفا با دعای برادرم متحد بشین نسبت به هر نیاز و هر حاجتی هم بطن عیزم ای خدای قدوس شکرت میکنم خداوند شکرت میکنم که چشمهای تو خداوند می میبینه و گوشه تو خداوند میشنوه و دعاهایی که خداوند ما در نام فرزندت ایسای مسیح به حضورت میاریم خداوند اونها رو اجابت میکنم خواهش میکنم شکرت میکنم خداوند برای اینکه این مشکلاتی که در منطقه بود خداوند در کالیفرنیا بود آتش سوزی یا خداوند همه چی آروم شد ای خداوند و ما اکنون اون آرامش تو رو داریم ای خداوند خداوند همچنین آرامش و برکت تو رو خداوند می طلبم برای کشورم ایران خداوند برای مردم ایران خداوند اون مردم لیاقتشون خداوند بهترین زندگی خداوند اونها فرزندان کوروش هستن خداوند حقیقتا از تو ای خداوند این حکومت ظالم را خودت نیروهایی رو بفرست که همونطور که در کلام اومده خداوند و تو بجنگ برای مردم خواهش تو بجنگ و این حکومت سرنگون بشه خداوند خواهش حقیقتا مردم به آزادی خودشون برسن خواهش. و ما از این شرایطی که همش باید نگران وضعیت فرزندانمون در خیابان‌های ایران باشیم خداوند کودکانی که شب‌ها تو خیابان‌ها میخوابن گرسنه و متاسفانه به اونها تجاوز میشه ای خداوند زنهایی که به خاطر نداشتن اینکه که بتونن فرزندان خودشون رو سیر بکنن بایستی تنفروشی بکنن ای خداوند و ما میدونیم که تو راضی به این امور نیستی ای خداوند, خداوند. شکرت میکنیم چون ایمان داریم که همه این مواردی که الان در ایران هست و مورد خاص تو نیست خداوند هرچه زودتر از اون سرزمین برداشته میشه ای خداوند همچنین دعا میکنیم برای برقراری و سلامتی پرزیدنت ترام خداوند که قلب اون امروز با مردم ایرانه و اون ایستاده که از مردم ایران حمایت بکنه خداوند خوشم. ما بقیه امور ای خداوند ما نیز به دستان تو می سپاریم و ایمان داریم که همه چیز به نیکویی پیش خواهد رفت شکرت میکنیم در نام خداوندمان عیسی مسیح مسیح خداوند آمین. آمین 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 که با ایمان دریافت کنیم هموطنان عزیزم موضوعی که هستش واقعا ما میتونیم بگیم این نظام سرنگون بشه اپوزیسیون برپرست فعالیت شروع میکنن توی این تحریم ها نظام اسلامی ضعیف بشه مردم انقلابی رو انجام بدن اما آنچه چرا که میخوایم شروع کنیم چگونه میخوایم شروع بکنیم مبحثی است که بدای رضا روز یک شنبه با هدایت خداوند توی کلیسا اعلام کردن که می باید یک ایماندار مواظب زندگیش باشه زندگیش رو تقدیس کنه باید. و باید اگر دید گناه میکنه اعتراف کنه توبه بکنه من فکر میکنم نه تنها شخصیت ها و افرادی که چهل سال پیش به عنوان مخالفین نظام پادشاهی بودند و به دنبال خمینی و آخوندا رفتن اون شخصیت های رد بالا بلکه میباید مردمی که در اون زمان این کارو کردن و مردمی که دنبال روی دوباره اینها شدن اینها نیز باید توبه کنن از چی توبه کنیم از اینکه خدایی رو که نمیشناختیم به نام الله دنبالش رفتیم از اینکه باوری رو که باور الهی نبود بدون تحقیقات به نام اسلام دنبالش رفتیم خیلی از هموطنان از ما هستن در این روزها میگن اجازه بدید نظام سرنگون بشه بعد این حرفا رو بزنیم دوباره یعنی چی یعنی یعنی شما میخواید زیربنای جامعه آینده و سرزمین از ما ایران رو دوباره همون باورها بشه همون خرافات بشه از این رو هستش که ما همیشه سریعا اعلام کردیم سرنگونی نظام اسلامی رو میخوایم و این آگاهی رو دادیم شاید خیلی از افراد در اپوزیسیون میل به این ندارن شاید خیلی ها هستن که تصور میکنن ما پاسدار داریم توی ایران ما بسیجی داریم ما آخوند داریم بعد از تو شما میگید الله خدا نیست خب داشته باشم آیا کلام حقیقت میتونه بیاد چون حقیقت رو خدا میگه میتونه بیاد مسنهت طلبی کنه ما ببینیم روزگار ما وظیفه داریم به اونا بگیم میگه چون نابینا بینی یا چا هست اگر خاموش بنشینی گناه هست بله. دوستان هم وطنان من فامیلای عزیزه من دوستان من که مسلمون هستیم الله خدا نیست من اینا وظیفه دارم به شما بگم چون به این نتیجه رسیدم بله. و میخوام که شما به این نتیجه برسید برین تحقیق بکنین برین در رابطه با الله تحقیق بکنین ببینین اصلا الله از قبل از اسلام بودهایی در جاهای مختلف عربستان وجود داشت و یکی از اینا که به نام الله بود همون رو انتخاب کردن به. و متاسفانه مسلمونا بدون اینکه بدونن دارن سنگ پرستی یا بود پرستی میکنن بدون اینکه متوجه باشن متاسف اینه که خب نتیجه شم همینی شده که الان سرزمین ما ایرانی که یه موقعی در منطقه بهترین کشور بود الان جزو بدترین کشور شده ما رسیدیم به جایی که باستی نفت و گاز بدیم به عراق از اراق مواد غذایی بگیریم برد. یعنی دیگه از این بدتر من نمیدونم چی باید بشه این بیبرکتیه این دیگه این بیبرکتیه این بی تمام بیبرکتی هستش که متاسفانه از یک باور دروغین اومده پس میخوایم نظام عوض بشه باید یک کار اساسی کنیم ما این یک شنبه تعمید داریم نه تنها تعمید کسایی که تازه مسیح ایمان آوردن حتی تعمید کسا که قبلا هم به مسیح ایمان آوردن با هدایتی که بعدا اون از طرف روح القدس گرفت و من هم رو گرفتم این, تعلیم نیست ایزان که بگیم حالا همه کلیسا ها این کار رو کنن خیر ما برای کلیسای خودمون این رو داریم میگیم و مختص همین موقعیت الان هستش که داشته باشن اعضای ما که بیان اعتراف کنند توبه کنند و از نوع عهد خودشون رو تازه کنند و این اعتراف هم باید باشه ولی این نیست که مثلا بگیم حالا هر سال ما این کار رو انجام بدیم اما هوشیار باشیم اگر با خدا عهدی رو میبندیم بیستیم از این رو تشویقتون میکنم عزیزانی که مایل هستن این یک شنبه میخوان تعمید بگیرن میتوانن لباس های سفید آماده برای تعمید رو بیارن مشروط بر اینکه اقامت این سرزمین رو نمیخوان. یعنی تنه میخوام مسیح بشن اون دوره خودشو داره ایزان باید کلاسای رو بگذرونن و بعد از گذرانن کلاس های ما اونها رو تعمید میدیم اما کسایی که به مسیر مدت ها سیمان ورده اما تعمید نگرفتن توی این بله. سرزمین هم بله. کم نیستن بله, بله. توی این مدت من با دو سه نفرشون روبرو شدم و وقتی گفتم خیلی هم خوشحال شدن که میان تعمید بگیرن عزیزان پس بنابراین این تشویقتون میکنم این یک شمه با ما باشید بعد از اونم نیز خوراکی رو خواهیم داشت کنار همدیگه که بتونیم با هم در مشارکت باشیم اما اگر لطف کنید شما میخواید مزمور 32 رو بخونید سپاسگزارم ببینیم اعتراف اعتراف و فروتنیه بله تو این از کتاب شریف میخونم براتون خوشا به حال کسانی که گناهانشان آمرزیده و خطاهایشان بخشیده شده است آمین پس اگر این, این که میگه خوشا به حال یعنی برکت باهاش میاد اگر ملت ما منتظر این هستن فقط نظام عوض بشه آخون بره یه عده دیگه ای بیان وضعیت بهتر بشه عزیزان این خوشی نخواهد بود این آرامش نخواهد بود مسلما هر بیاد از این آخونده بهتره منم قبول دارم اما ما بنیادی عمل نکردیم ما اومدیم روی یه چیز خرابی داریم بنیاد میکنیم یعنی از اول باید به نظر من بیل زده بشه کاملا این ریشه های بد بیاد بیرون این خرافات بیاد بیرون حالا شما میگید خب یعنی همه باید از دین استان برگردن خیر ولی وقتی که امروز این شرایط ایجاد شده شما دارید میبینید هموطنان عزیز شما دارید میشنوید که چه دلایلی داشته کشور ما به این بیبرکتی رسیده زمانش هست تحقیق کن میخوای مسلمان باشی حالا یا مسلمان باش دست زور نداریم میتونیم مسلمان باشیم اما تحقیق کنید لطفا با ایدولوژی اسلامی ایران آینده آباد نمیشه حتی من چند وقت بشیدم یه خانم اینجا با روسری وارد کنگره شد وای به حال این کشور دولت یعنی چی؟ روسری یعنی ایدولوژی برن. امامه یعنی ایدولوژی حتی اگر من به عنوان کشیش وارد مجلس آینده ایران بشم یک ایدئولوژی درسته ما دنبال ایدولوژی نیستیم اما اشتباه من اول باید به احترام کلام خدا به احترام اون سمت روحانی خودم اول استفا بدم و بعد به احترام این ملت اون موقع میتونم برم خدمت شروع کنم پس بنابراین هر چیز جایگاه خودشو داره امروز اگر ما ببینیم آسیب خوردیم از باورهای دروغین همه ملت باید توبه کنن تقدیس کنن زندگیشون رو تا بتونیم ایران آزاد داشته باشیم حالا در بلوک من که ایماندار هستم نیز باید هوشیار باشم هر روز زندگی رو تقدیس کنم چرا که ما مقدسین هستیم عزیزان بله خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نشمارد و کسی که در او مکر و حیله ای نیست آمین پس بنابراین امروز بخواید واقعا من اینجا ما نیستیم از هیچ اپوزیسیونی دفاع کنیم صحبت کنیم با احترام دوستشون داریم ما همه رو دوست داریم ما همه رو دوست داریم ما حتی درباره گناه صحبت میکنیم ما گناه دوست نداریم اما گناهکارا گناه رو, رو دوست داریم <تصفح> چون خودمون هم اونجا بودیم خودمون هم هر امکان داره گناهی بکنیم پس برای داوری نیستیم اینجا عزیزان خواهش کنم این اتحاد با هم داشته باشیم اما تحت پوشش حقیقت حقیقتی که خدای یهوه هستش تحت پوشش خدای یهوه پیش بریم امروز همه امکانات هست برای سرنگونی این نظام با هم متحدا دعا کنیم به طور خاص ایمان داران مسیحی اگر به مسیح ایمان آوردیم در برابر ظلم و ستم سکوت کنیم اینو بدونیم ما کتاب مقدسی عمل نمی کنیم درسته خیلی هم به من میگن که شیش رسول کتاب مقدسی عمل نمی کنه. ولی این داور خداوند هستش که روزگاری ما رو میخواد من رو میخواد کسایی که باعث نهزت ها و آزادی ها شدن اونها رو میخوان کسایی که در برابر ظلم و ستم ایستادن اونها رو میخوان مارتین لوتر رو میخواد مارتین لوتر ها رو میخواد میگه بیاید بعد ببینیم کی درست رفته کدوم قدم قدم درست بوده کسی که سکوت کرده در برابر ظلم که میشه حمایت از ظلم یا کسی که در برابر ظلم و ستم سخن گفته بله هنگامی که گناهان خود را اعتراف نمی کردم تمام روز از ناله و زاری از بین می رفتم رژیم عوض بشه الله پرستی آرامش نمیاره عزیزان گناه رو بیشتر خواهد کرد بله خداوند تو شب و روز مرا رو تنبیه می کردی قدرت خود را کاملا از دست داده بودم همان گونه که رطوبت در گرمای تابستان خوش می شود چون گناه برکت رو می گیره عیزان. گناه آرامش رو می گیره گناه شادی رو می گیره بله؟ سپس گناهان خود را نزد تو اعتراف نمودم و خطاهای خود را پنهان نساختم و گفتم من در حضور خداوند به گناهان خود اعتراف می کنم بله آنگاه تو گناهان مرا بخشیدی آمین که کلام خداوند در کتاب اشعیا 43 25 در عبرانیان دهیده اعلام میکنه وقتی ما توبه میکنیم به طور خاص در نام عیسی مسیح کلام خدا میگه من به یاد نمیارم گناهان شما رو پس با فیضش ما رو تو یک جایگاه قرار میده که خوشنودی خدا رو شاهد باشیم توی زندگیمون که برکت و آرامش و امنیت هست بله پس هر شخص وفادار باید در وقت سختی و مشکلات به حضور خداوند دعا کند آمین. تا اگر سیلاب سختی ها تقیان کند به او صدمه ای نرساند اگر وفادار به خدایی که حقیقت هست دوستش داری اگر عربی هم خیلی عاشق عربی هم هستی چه اشکال داره خدای عرب ها که به نام عرب استفاده میشه ربه الله نیست عزیزا بگو رب الله رو استفاده نکنیم و باور اسلامی تاریخ ثابت کرده عزیزان تجربه کردیم دیدیم ما با باور اسلامی به آزادی نخواهیم رسید بله تو پناهگاه من هستی و مرا از مشکلات نجات میدهی آمین با آواز بلند خواهم سرایید زیرا تو مرا حمایت کرده خداوند میفرماید من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت آمین و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد آمین, آمین. مانند اسب و قاطر نادان و بیشعور نباشید بر. که با افسار و لگام هدایت می شود بر. و متی می گردد مردمان شریر در رنج و عذاب می باشند اما کسانی که به خداوند توکل دارند از محبت بی پایان او برخوردار می شود آمین چون خدا محبته چون یهوه محبت هستش بله ای نیکوکاران به خاطر آنچه خداوند انجام داده است شادی نمایید ای کسانی که مطیع او هستید شادمان باشید هللویا آمین آمین کلیپ های بسیاری هستش گاهی میلی به این دارم بعضی از این کلیپ ها رو بزنیم که این آخوند ها چه مطالبی رو میگن که مطالب حقیقتا شرارت آمیز هستش اما دارم میبینم اکثر برنامه گذارا دارن این کارا رو میکنن این کلیپ ها رو میذارم. ولی این برنامه گذارا وقتی این ها رو نشون میدن امیدوارم به کسی بر نخوره اما اکثر شبکه که حتی شبکه های سیاسی متاسفانه حقیقت رو نمیگن نمیگن این آخونده از همون باوری اومده که از اسلامه میخوان یه آخونده دیگه بهتون نشون بدن اجازه بدین کشیش رسول من موردی رو برای از باز بکنم چون من وقتم زیاد ندارم باید برم عزیزان ببینین ما هم هممون حتی اگه تصدیق شیش ابتدایی هم داشته باشیم با فارسی و دستور زبان فارسی آشنایی داریم با فعل فاعل مفعول ما آشنایی داریم با. و خیلی زبان فارسی با زبان عربی با هم مخلوط ما خیلی لغاتی رو که استفاده میکنیم لغات عربی هست من میخوام شما به یه نکته دقت ببینید وقتی من میگم کاتب مکتوب کتاب با. در واقع کاتب فائله با. مکتوب فعله فعل نوشتنه با. و کتاب مفعوله یعنی اون چیزیه که نوشتن روش انجام, انجام شده با. حالا میخوام توجه شما رو به دو تا واژه دیگه جلب بکنم و واژه سوم رو بذارم ببینم شما بهش چی فکر میکنیم ببینین واژه اول حاجی واژه دوم حج خب حاجی ها فائله با. داره یک عملی رو انجام میده حج سنگ. یه فعله برد. حج یه فعله یعنی حاجی داره یک فعلی رو انجام میده که به این فعل میگن حج حالا مفعول این فعل چیه؟ مفعول این فعلی که فاعلش حاجیه و فعلش حجه چیه؟ باید هم ریشه و هم خانواده باشه مفعولش حجره حجر حجر الاسود همون سنگی که به دیواره کعبه چسبیده مم. و مسلمانان ملزم هستند حج یک عمل اجباری ملزم هستند به حج برن و هفت بار از شروع این سنگ به دور این سنگ بگردن و تواف کنند متاسفانه مسلمانان بدون اینکه بدونن نمیدونن دارن سنگ پرستی میکنن حاجی فائله حج فعله و حجر مفعوله دقت کنی خیلی راحته دقیقا, دقیقا. درود در شما بله درود در شما سپاس کنم از مهر شما گفتید باید برید دیجا. اجازه بدین که من خداحافظی <تصفح> بکنم خواهش من مرسی و تا مرحله بعدی که در عزیزی مرسی عیزان با ما باشید به انتخاب اتاق فرمان یاسر عزیزم بریم با همدیگه موزیک ویدیوی ببینیم اما خواهشم از شما این هستش که لطفا سایت ما بیایید و خیلی از ایمانداران مسیح هستن میگن ما نمیدونیم تحت پوشش چه اپوزیسیونی مبارزه بکنیم عزیزان اگر ما کنار هم بایستیم خود ما قدرتی هستیم از طرف خداوند که پیامی داریم سخنی داریم سازمان ونگارد پیسمیکرز که رویایی هست که خداوند به من این رو داده حدود 15-16 سال پیش این سازمان در صدد این هست که بتواند در ایران آزاد دستی باشه از طرف خداوند برای ترک اعتیاد برای دستگیری بچه های خیابونی خانواده های بی سرپرست و رفع تمام مشکلات و سختی ها و رسوندن خبر خوش نجات به ایرانی ها و حتی به خاورمیانه. میانه اگر مشروط بر این که در دلتون هستش شما چرا میخواید ریسک کنید چرا میخواید این دانه هایی که به طور خاص جدیدن اس نمیخوام ببرم میکارن زیر خاک بعد میگن این میخواد قراره بشه درخت موز نمیدونید که قرار بشه درخت موز قدیمیاشو تعبیر نگرفتید اپوزیسیون قدیمو حالا یه دانه رو کاشتید قرار بشه بشه ما دعا میکنیم بشه اما چرا شما این گونه فکر میکنید شما اگر به عنوان یک ایماندار هستید بیاید کنار هم بیستید سپاسگزارم خیلی ها اومدن عضویت رو انتخاب کردن اصلا میتونید برید قسمت روی سایت ما نمیدونم برای اتاق فرمان مقدور هست این قسمت داشته باشیم روی سایت ما برید www.pwoc.church قسمت عضویت رو که شما برید بزنید قسمت عضویت اونجا رو پر کنید با شما تماس خواهیم گرفت تا بتونیم در کنار هم برای آبادانی ایران نیز اقدام کنیم پس این قسمت هم لطفا در نظر داشته باشید خب ما میشیم خودمون یه تیم هستیم یه گروه هستیم چرا با ریسک میخواید برید توی دامن بعضی از این اپوزیسیون که به طور خاص جدید هم هستن خیلی مواظب باشید ایزان خیلی احتیاط کنید اینا ما آزادی ایران رو میخوایم تشویق به اتحاد میکنیم عزیزان اما اگر به مسیح ایمان داری و دوست داری در این قسمت در قسمت برای آزادی ایران فعال باشید لطفا عضو سازمان ونگارد پیس میکرز باشید یعنی پیشتازان صلح تا بتونیم در این اتحاد آزادی کشور عزیزمون رو به دست بریم میریم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم با سپاس که با ما hallelujah, hallelujah. hallelujah. hallelujah.